قیامت قامت و قامت قیامت قیامت کرده ای زین قد تو قامت گر مؤذن ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز صنف هشتم به درس زبان و ادبیات دری دو سال خوش آمدید. رسیدیم در ایستگاه نهم. درس امروز ما در دو بخش است. در بخش اول در مورد مفهوم بسیار زیبا، دلچسب و مفرح ورزش می‌پردازیم و در بخش دوم در حوزه دستور زبان در ادامه انواع کلمات نامستقل می‌رسیم در پیشوندهای در واقع نوعی که تحت عنوان پیشوندهای کلمه ساز از او یاد می‌کردیم. خب دوستان، قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کانال ارتباطی خود را یک بار دیگر برایتان یادآوری کنیم. 2096478255413. هر نوع سوال ارائه پیشنهادات برای ما داشتید دوستان روان کنید و ما را با در واقع نظرات خود همراهی نمایید. خب عزیزان، قبل از اینکه وارد درس جدید شویم وارد کار خانگی جلسه قبل می‌شویم. خب شاگردای عزیز، در جلسه قبل به شما گفته بودیم که برای پسینه را دو مثال بیاورید. پسینه را، خب گفتیم که کلمات نامستقل دوستان انواع داشت. یکی از انواع کلمات نامستقل در واقع کلماتی بودن که تحت عنوان پسینه از او یاد میشد و یکی هم تحت عنوان پسینه. تنها کلمه نامستقلی که در حوزه پسینه قرار موقعیت داشت در واقع چی بود دوستان؟ پسینه را بود. حالی برای شما در جلسه قبل مثال زدیم، توضیح دادیم و میخواهیم در ادامه ای بس باز دوباره این مفهوم را مرور کنیم. خب گفته بودیم که برای پسینه را دو مثال ذکر بکنید و بیان کنید که پسینه در او ذکر شده. به طور مثال نگاه کنید دوستان، میگوییم که میرویس شیشه را شکست. میرویس شیشه را چیکار کرد دوستان؟ شکست. خب در اینجا پسینه رای ما آمده دوستان، کلمه قبلش آمده که گفتیم که هر زمانی که اسمی موجود بود بعد از او پسینه را ما داشتیم، او اسم از نظر نقش دستور زبانی در کدام موقعیت است؟ در موقعیت اسم مفعول است دوستان. نگاه کنید، مفعول، میگوییم که مفعول در واقع او چیزی است، او اسمی است که در جواب سوال چی، چه کسی را، چه چیزی را بیان می شود. خب میگوییم که میرویس شیشه را شکست. چه سوال میاد؟ میرویس چه چیزی را شکست؟ چه چیزی را؟ جواب می شود شیشه را شکست. نگاه کنید دوستان، پس این می شود پسینه ما و شیشه می شود در واقع در جایگاه مفعول ما. خب به سوال بعدی دوستان میگویم که مادر کودک را شیر داد. نگاه کن دوستان، مادر کودک را شیر داد. خب اولا پسینه ما که راست، قرار موقعیتش اینجاست. خب کلمه بعدی و کلمه ای که گفتیم تحت عنوان مفعول جمله ماست، او کودک میشود که در واقع قبل از پسینه را بیان شده. گفتیم دوستان که اگر پسینه را در داخل جمله موجود بود، در داخل جمله موجود بود، او اسم قبلش که نقش مفعول دارد می شود مفعول معرفه.
مفعولی که برای ما شناخته شده است، مفعولی که ما او را میشناسیم و تحت عنوان اسم شناسا از او یاد میکنیم. اگر این پسینه را ذکر نشده باشد، او میشود چی؟ او میشود همون مفعول، ولی از نوع مفعول چی؟ مفعول ناشناس، مفعول نکره از او یاد میکردیم که در واقع ذکر شده. ولی چون ما در واقع پسینه را در هر دو مثال داریم دوستان، هر دو اسم ما، هم شیشه و هم کودک، از نظر نقش دستوری چی؟ در واقع مفعول است و از نوع مفعول معرفه و اسم شناس است. خب بخش اول درس جدید ما شاگردای عزیز تحت عنوان ورزش است. یکی از فعالیت‌های بدنی که بسیاری از ماها در سنین کودکی، نوجوانی، جوانی و حتی در سن سالمندی دوستان همواره از سمت پزشکان، اطباء تجویز شده و گفته که برای سلامتی شما، برای تعادل، برای حفظ حیات انسان یک نکته بسیار ضروری است که باید این ورزش را در مراحل مختلف زندگی باید انجام داد. خب میگوییم که شروع ورزش با قواعد و اصول مشخص ابتدا از یونان قدیم شروع میشود. ببینید دوستان، ما دو تا امپراتوری بسیار بسیار بزرگ در دنیا داریم. یک امپراتوری یونان است و دوم امپراتوری روم. البته در دنیای غرب منظور ماست این امپراتوری ها دوستان. اگرچه ما امپراتوری های چین داریم، ایران داریم، امپراتوری مصر داریم، بین النهرین داریم، این امپراتوری نیست، امپراتوری های بزرگ دنیا هستند. ولی در مغرب زمین دو امپراتوری بزرگ، یک روم است و دو یونان باستان است که با عنوان امپراتوری های بزرگ از او یاد میکنم. در دوره امپراتوری یونان باستان ورزش اولین بار دارای چی می شود؟ دارای یک دستورالعمل، دارای قاعده می شود، دارای قانون می شود و هر نوع فعالیتی را صرف نظر از اینکه چی باشد، چگونه باشد را کنار می گذارد و در واقع قانونمند می شود حرکت ها و فعالیت های بدنی انسان. در یونان قدیم به مکانهایی که در آن ورزش انجام می شود چی می گفتند دوستان؟ جمنازیوم می گفتند. مکانهایی که در واقع قرار موقعیت داشت و می گفتن نزدیک ده 20,000 نفر دوستان در او جمع می شدن و در واقع ورزش های خاصی را صورت می دادن و اون مکانهایی که در ابتدا جمع می شدن تحت عنوان جمنازیوم در یونان باستان از او یاد می کردن. خب حال می دیم کلمه جمنازیوم از واژه چی؟ گیمنوس به معنای برهنه گرفته شده است. پس نگاه کنید دوستان، جمنازیوم از گیمنوس میاد. به معنای چی؟ به معنای برهنه. یعنی در واقع انسانهایی که میخواستن فعالیتهای ورزشی انجام بدهند، این فعالیتهایشون چگونه بود؟ فاقد لباس بود. به صورت لخت، به صورت اوریان، به صورت برهنه در واقع فعالیت ورزشی میکردن و یک اعتقاد داشتن، فکر میکردن که اگر به صورت اوریان فعالیت ها را انجام دهن دارای یک نیروی ماورای طبیعی میشوند که در هر فعالیتی، در هر زمینه، در هر کاری در واقع به موفقیت و پیروزی دست پیدا میکنند. واژه جمناستیک دوستان که در واقع یک رشته ورزشی امروزه هست نیز میگویند در واقع از همین کلمه جمنازیوم گرفته شده است. ورزش بهترین راه برای تربیت بدن است. اگر میخواهید که بدن شما همواره حفظ تعادل داشته باشد، حیات داشته باشد، از مریضی روحی، از مریضی های جسمی فارغ شوید، رها شوید، همواره تاکید میکنم دوستان همیشه ورزش را پیشه راه خود کنید. ورزش یک نکته بسیار مهم و بسیار اساسی در همه مراحل است، چه نوجوانی، چه کودکی، چه جوانی، چه پیری، و صرف نظر اینکه دختر باشی، پسر باشی، زن باشی، مرد باشی، خرد باشی، کلان باشی، ورزش را همیشه انجام دهید. خب حالا میخواییم خود مفهوم ورزش، کلمه ورزش را دوستان تعریف کنیم. هر نوع حرکت یا فعالیت بدنی منظم به منظور کسب توان بیشتر در جریان رقابت‌های بدنی و کسب نتایج خاص. پس چند نکته مهم داشت دوستان. پس ما هر نوع حرکتی را، ما دوستان هر نوع حرکتی در واقع فاقد معنا را نمیتوانیم ورزش بنامیم. پس هر نوع حرکت یا فعالیت بدنی که هدفی داشته باشد، چه هدفی داشته باشد؟ هدف او کسب توان بیشتر باشد. در کجا؟ در رقابت‌های بدنی تا در واقع یک نتیجه
کاملا مناسب و مفید را کسب کند. پس هر زمانی که شما یک حرکتی را انجام دادید، یک فعالیت را انجام دادید، در جریان یک مسابقات خاص، در جریان در واقع چی؟ یک برنامه خاصی او را انجام دهید که میخواهید در او دارای یک رتبه شوید، یا مقام اول یا دوم یا سوم را کسب کنید. این را تحت عنوان ورزش از او یاد میکنند. خب تربیت بدنی که گفتیم یکی از مفاهیمی است که مرتبط با ورزش است، که در واقع ما میتوانیم از تربیت بدنی به عنوان فعالیت‌های مجموع‌یافته متراکم و بسیار سطح کلان در حوزه ورزش از او یاد کنیم را تعریف میکنیم. پیشبرد جریان منظم فعالیت در رابطه با تعلیم و تربیت که هدف آن تقویت جسمی و ذهنی باشد. پس هر زمانی که مجموعه از ورزش ها کنار همدیگر جمع می شود و با تعلیم و تربیت دوستان آمیخته می شود، چون ما همیشه میگیم تعلیم و تربیت، نگاه کنید، ما هم جنبه در واقع آموزشی رو باید نظر داشته باشیم، هم جنبه تفریحی ورزش رو در نظر داشته باشیم، که در واقع هدف کلیه این ورزش ها، این تربیت بدنی یک چیز است، چی؟ تقویت جسم انسان و تقویت ذهن انسان است که مد نظر همه ما هست. خب وارد تاریخچه ورزش شویم، اصلا ببینیم که ورزش از کجا آمده و کجا میرود، چه نتایجی دارد، و در مورد این برای شما توضیح دهیم. نگاه کنید شاگردای عزیز، میگویند شروع بازی ها در سال 776 میلادی در دامنه کوه اولمپ یونان. پس میگویم اولین باری که ورزش به عنوان یک ساختار سازمان یافته، نه هر ورزشی دوستان، گفتیم که ورزش که دارای قاعده و قانون باشد، دارای هدف باشد، به دنبال کسب نتیجه باشد، گفتیم این ورزش ها اولین بار در یونان باستان شکل میگیرد. در کدام سال؟ در سال 776 میلادی که در نزدیکی کوه اولمپ بود، که در واقع در کوه اولمپ قدیم مردم در یونان باستان در نزدیک کوه جمع می شدن و مراسم های مذهبی خود را انجام می دادن برای ادای احترام به خدای خدایان زئوس، که در واقع بزرگترین و بلند مرتبه ترین خدا در یونان قدیم بود. برای ادای احترام به پیشگاه ایشان در واقع به کوه اولمپ می رفتن و یک سری مراسم های مذهبی خاص را انجام می دادن، که بعدها تبدیل شد در واقع به ورزش و رشته های مختلف ورزشی. خب میگویدن که هدف آن رقابت رقبا در عرصه ورزشی به جای میدان جنگ است. هدف اصلی این ورزش ها دوستان چی بود؟ این بود که به جای جنگیدن در میدان نبرد، به رقابت با همدیگر در معرکه ورزشی بپردازند. دیگر خونی ریخته نشود، جنگ نشود، و تمام افرادی که احساس میکردن دارای در واقع قدرت و نیروی جسمانی و ذهنی هستند در رقابت ها شرکت کنند و پیروز شوند. البته در یونان قدیم تنها کسانی میتوانستند در این مراسم ها شرکت کنند که دارای رتبه ها و مناصب عالیه بودند و از سمت دیگر دارای ثروت بیش از حد بودند. پس مردم عادی حق شرکت در این رقابت ها را در ابتدا نداشت. و می گفتن در ابتدا مسابقه دویدن و سپس اضافه شدن چند رشته دیگر بود که بر روی هم رفته 5 رشته می شد. پس نخستین رشته ای که در المپیک دوستان و در رشته کوههای اولمپیا انجام می شد، رشته کوههای المپیک در واقع در یونان باستان هست، در ابتدا از چی بود؟ از دو میدانی شروع می شود. دو میدانی شروع می شود و بعد 5 رشته دیگر اضافه می شود و این رشته ها بر روی هم رفته باعث می شود که یک مجموعه رشته های در واقع چی؟ المپیک شکل گیرد. شروع دوباره بعد از وقفه طولانی با تلاش پیر دو کوبریتن فرانسوی. نگاه کن دوستان، گفتیم که خود بازی های المپیک همینطور ادامه پیدا می کند، رشته های ورزشی ادامه پیدا می کند تا زمانی که امپراتوری روم بر یونان غلبه می کند و باعث می شود که در واقع این امپراتوری کل نهاد، در واقع اون نهادهای فرهنگی، اشکال، بازی ها را از بین ببرد. این بازی ها در واقع شکل نمی گیرد، از بین می رود، فراموش می شود، تا اینکه در سال 1894 میلادی این در واقع دانشمند فرانسوی یک همایش می گیرد و در واقع بر اهمیت بازی های المپیک تاکید می کند و یک جانی دوباره در این بازی ها می دهد.
خب برگزاری مسابقات تابستانی و زمستانی در یکی از شهرهای مهم دنیا، بازی های المپیک در دو قسمت انجام می شود، بازی های تابستانی و بازی های زمستانی که هر 4 سال یک بار در یک کشوری که در واقع توانایی را داشته باشد، شرایطی را داشته باشد که بازی ها در اونجا انجام شود شکل می گیرد. خب علامت المپیک 5 حلقه متصل به هم است که نماد 5 قاره است. دوستان نگاه میکنید در روی تصویر، ما علامت در واقع بازی های المپیک را اینجا برای شما نشان دادیم که در واقع هر کدام از این حلقه ها نماد یک قاره است. 5 قاره داریم، 5 حلقه موجود است. قاره آبی رنگ قاره اقیانوسیه است، زرد رنگ به معنای قاره در واقع آسیا است که در دل قاره آسیا کشور عزیزمان افغانستان قرار دارد. او حلقه ای که در واقع رنگ مشکی دارد، رنگ سیاه دارد، قاره افریقا را نشان می‌دهد. او حلقه سبز رنگ قاره سبز که در واقع مشهور است، قاره اروپا است. و او حلقه قرمز رنگ نیز نشان دهنده قاره امریکا است. خب در کنار میگویم که پارا المپیک شاخه ای از المپیک برای معلولان است. خب در واقع یک هدف دارد. میگویم در کنار بازی های المپیک یک بازی هایی داریم تحت عنوان بازی های پارا المپیک، یعنی بازی هایی که برای انسان هایی که ناتوان هستند، معلولیت دارند، برای این افراد برگزار میشد. یک هدف دارد، میخواهد بگوید که معلولیت محدودیت نیست. هر کسی که دارای نقص عضو است، دارای معلولیت جسمی می باشد، این افراد صرفا کسانی نیستند که در واقع هیچ کاری نتوانند انجام دهند، بلکه این افراد کسانی هستند که می توانند به اون مقام های بسیار بالا دست پیدا کنند در حوزه های ورزشی. خب علاوه بر بازی هایی که در المپیک دوستان انجام می شود، بازی های دیگری نیز داریم که محبوب ترین بازی دنیا و پرطرفدارترین بازی دنیا کدام بازی دوستان؟ بازی فوتبال است. خب جام جهانی فوتبال، جام جهانی فوتبال که در واقع هر 4 سال یک بار برگزار می شود و توسط فیفا شکل می گیرد. جام ملت های اروپا که توسط یوفا در قاره سبز انجام می شود. جام ملت های آسیا که در واقع توسط AFC در کشورهایی که در قاره آسیا هستند انجام میشد و برنامه ریزی آنها را توسط در واقع او ناهادها و او ارگانهایی که مرتبط با بازی ها هستند انجام میدن و بسیاری از مردم را در نقاط مختلف دنیا میخکوب میکنن که پای این بازی ها بشینن و از دیدن بازی های فوتبال در نقاط مختلف لذت دوچندان ببرن. میرسیم دوستان در بازی های المپیک، چون مد نظر ما بحث ما در مورد بازی های المپیک بود. به طور کلی بازی های المپیک را میتوان بر دو دسته تقسیم کرد، بازی هایی که انفرادی هستند و بازی هایی که جمعی هستند. بازی های انفرادی به اون بازی هایی گفته میشه که توسط یک فرد در واقع انجام میشد، یا در معرکه در واقع نبرد، در میدان رقابت به صورت تن به تن در واقع در حوزه رشته‌های مختلف این رقابت شکل می‌گیرد. جمناستیک، شمشیر بازی، بوکس، تنیس، این در واقع بازی‌هایی هستند که چگونه است دوستان؟ این بازی‌هایی هستند که به صورت تن به تن انجام می‌شد. بازی‌هایی داریم که نقطه مقابل اوست، بازی‌های جمعی است، به صورت گروهی یک گروه در مقابل گروه دیگر قرار می‌گیرند. فوتبال، والیبال، هندبال، بسکتبال از جمله این موارد هستند که میتوانند در زمره بازی‌های گروهی جای داد. خب عالی دوستان، عبور میکنیم، واردی میشویم، وارد کشور عزیزمان افغانستان و نگاه میکنیم که در حوزه جغرافیای افغانستان کدام بازی‌ها هستند که مورد استقبال مردم قرار میگیرند. از جمله بازی‌های سنتی که در داخل افغانستان هستند دوستان، میتوان در بوزکشی، دندکلک، نیزه بازی و توپ دنده اشاره کرد. شاید بتوان بگوییم که در واقع نخستین بازی و مهمترین بازی که در افغانستان به عنوان نماد بازی های افغانستان از او یاد می شود چیز دوستان همین بوزکشی است
که در واقع یک بوزی را، یک لاشه، یک بوزی، گوسفندی را در واقع قرار میدهد و یک سری از افرادی که میخواهند رقابت کنند سوار بر اسب سعی میکنند این بوز را بگیرند و در یک دایره ای که در واقع نقطه مقصد است قرار میدهند و هر کسی که زودتر این بوز را گرفت و قرار داد در داخل این دایره او برنده این مسابقه است. این در واقع نخستین بازی و شاید بگوییم که مهمترین بازی که نماد بازی های افغانستان هست همین چیه دوستان؟ همین بوزکشی یاد می شود. خب وارد بخش دوم شویم، بخش دستور زبان ما که میرسیم در پیشوندهای کلمه ساز. خب یک مروری در جلسات قبل کنیم. گفتیم دوستان که در جلسات قبل کلمه یا مستقل بود یا نامستقل. کلمه نامستقل کلمه ای بود که در واقع دارای معنای مستقل نیست ولی از نظر دستوری در داخل جمله دارای یک نقش مستقل است. خب حالا گفتیم کلمه نامستقل انواعی داشت، یا کلمه نامستقل کلمه پیشوند بود یا پسوند بود، درسته؟ یا میتونست میانوند هم باشد. حالی گفتیم پیشوندها، پیشوندها نیز دو نوع است، یا پیشوندهای صرفی بود یا پیشوندهای کلمه ساز بود. پیشوندهای صرفی که گفتیم دوستان تنها فقط و فقط بر سر فعل می آمدن، پیشوندهای صرفی. پیشوندهایی که در مقابل او بود پیشوندهای چیز؟ پیشوندهای کلمه ساز است که یا بر سر اسم بود یا بر سر فعل بود و یا هم بر سر صفت بود. بر سر این سه نوع میتوانست قرار بگیره. حالا بگیم پیشوندهای کلمه ساز انواعی دارن که ما چند مورد را برای شما اینجا ذکر میکنیم. نمونه اول، اولین پیشوند دوستان پیشوند ب میباشد که نگاه کنید بر سر هوش و نام داخل شده و یک کلمه جدید به نام چی؟ به هوش و به نام را ایجاد کرده. یا میتوانیم بگیم که نوع بعدی پیشوندهای کلمه ساز حرف نون است. حرف نون است که بر سر یک کلمه داخل میشود و معنای او کلمه را تغییر میدهد. میشود نفهمیده، ندانسته. نگاه کنید بر سر فهمیده و دانسته در واقع داخل شده و معنای یک کلمه جدید را ایجاد کرده. کلمه بعدی کلمه فراهم است که در واقع یک پیشوند است که بر سر چی داخل شده؟ بر سر فعل داخل شده، بر سر کرد و بر سر شد که در واقع شده چی؟ فراهم کرد و فراهم شد. و نوع آخر دوش می باشد دوستان، یک پیشوند دیگری که در حوزه پیشوندهای کلمه ساز است، بر سر من و بر سر نام داخل شده. نگاه کنید دوستان شده چی؟ شده دشمن و شده دشنام. دشمن و دشنام در واقع یک کلمه جدید، یک ترکیب جدید و یک معنای جدید با در واقع چی؟ با داخل شدن پیشوند صرفی تحت عنوان حرف دوش. خب شاگردای عزیز میرسیم در اسلاید آخر جلسه امروز که در واقع کار خانگی جلسه آتی شماست. با پیشوندهای کلمه ساز حرف نون و دوش و پیشوند دوش دوستان واژه جدیدی برای ما بسازید. خب دوستان همانطور که برایتون گفتم بارها بارها تکرار شد، بیان شد، باز هم تکرار موجب خاطره اندوزی شماست. اگر میخواهید که تمام آثار خود، تکالیف خانگی، نظر، پیشنهادات خود را برای ما روانسازی دوستان کانال ارتباطی را فراموش نکنید. 2964-780-255-40-13 راه ارتباطی ما با شما عزیزان و خوبان است. در پایان جلسه شما عزیزان را به الله پاک می‌سپارم. تا جلسه بعد و دیدار دیگر خداوند یار و نگهدارتان.